در آستانه دور سرنوشت ساز مذاکرات هسته‌ای، طرف‌های گفتگو با ایران بر موضع واحد خود در برابر جمهوری اسلامی تاکید کردند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شامگاه شنبه اول فروردین ماه پس از نشستی در لندن بیانیه مشترکی صادر کردند. طرف‌های گفتگو با ایران تصریح کردند در برخی عرصه‌های اصلی اختلاف پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. با وجود این، ایران باید تصمیم‌های دشواری بگیرد. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، به نیابت از همتایان خود ضمن تاکید بر یک پارچگی موضع قدرت‌های جهانی در قبال ایران گفت: حال زمان آن فرا رسیده که به ویژه ایران تصمیم‌های دشواری بگیرد. ما در این حال توافق بدی را که خطوط قرمز ما در آن رعایت نشده نخواهیم پذیرفت. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، نیز پس از دیدار لندن گفت: مهم است با هم و با موضعی واحد وارد مرحله نهایی و سرنوشت ساز مذاکرات هسته‌ای شویم. به اعتقاد وزیر خارجه آلمان، موضوع بر سر توافق خوب یا بد با ایران نیست، بلکه مهم این است که گفتگوها به دستاوردی معقول ختم شوند، دستاوردی که از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای به شکلی فراگیر، دائم و قابل کنترل جلوگیری کند. اشتاینمایر در این حال افزود که بازی فینال آغاز شده، هرچند هیچ کس نمی‌داند اختلاف‌های باقی مانده حل می‌شوند یا نه. به گفته وزیر خارجه آلمان، برای نخستین بار در طول سالها مذاکره راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران در دسترس است و امکان موفقیت وجود دارد. در روزهای اخیر خبرهایی در مورد موضع سرسخت‌تر فرانسه در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که فرانسه خواستار محدودیت‌های دقیق‌تری بر برنامه هسته‌ای ایران شده است. پیش از این هم جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، بر اتحاد و اشتراک نظر قدرت‌های جهانی در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا نیز امیدوار است در آینده‌ای نزدیک چالش 12 ساله با ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور پایان یابد. باراک اوباما در گفتگو با نشریه هافینگتون پست گفت: هدف ما این است که ظرف چند هفته و نه چند ماه به پایان راه برسیم. البته مهم است که ایران آماده باشد به جهان ثابت کند به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. این تعهد باید قابل راستی آزمایی باشد. اسرائیل از جمله منتقدان سرسخت روند کنونی مذاکرات است. نخست وزیر این کشور قبل از دور اخیر مذاکرات هسته‌ای با سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد توافق غرب با ایران هشدار داد. 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با نمایندگان ایران مذاکره می‌کنند. قرار است دو طرف تا 11 فروردین چارچوب توافق هسته‌ای را مشخص کنند و تا 9 تیر در مورد جزئیات به توافق برسند. پیش از این اعلام شده بود که در صورت عدم دستیابی به چارچوب توافق مذاکرات متوقف خواهد شد. نمایندگان ایران و گروه 5+1 در روزهای پایانی سال 93 در لوزان سوئیس به گفتگو نشستند. در نهایت روز جمعه 29 اسفند ماه اعلام شد که گفته‌ها از 5 فروردین پی گرفته می‌شود. خبرگزاری‌ها از اختلاف نیروهای نزدیک به ایران و ارتش عراق در عملیات آزادسازی تکریت خبر دادند. فرمانده شبه نظامیان شیعه عراق با انتقاد از گروهی در ارتش آن کشور در مورد انتظارشان برای حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروهای دولتی را در نبرد برای کنترل تکریت کمبونیه توصیف کرده است. خبرگزاری فرانسه میگوید گفته‌های هادی العامری، فرمانده گردان‌های موسوم به بسیج مردمی، میتواند نمایانگر فاصله‌گیری احتمالی میان شبه نظامیان شیعه و ارتش باشد. این گفته‌ها پس از آن مطرح می‌شود که با وجود پیشرفت‌های اولیه نیروهای دولتی و شبه نظامیان عراقی در نبردها علیه حکومت اسلامی در تکریت، کنترل کامل آن با کندی روبرو شد. هادی العامری دوم فروردین ماه در اردوگاه اشرف طی دیداری با خبرنگاران گفته است: برخی از کمبونیه‌ها در ارتش میگویند ما به آمریکایی‌ها نیاز داریم، در حالی که ما میگوییم به آمریکایی‌ها نیازی نداریم. ارتش عراق در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی خواستار پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف شده بود. در آن زمان عبدالوهاب السعدی، یکی از فرماندهان ارتش عراق، به خبرگزاری فرانسه گفته بود که با شبه نظامیان شیعه و برخی قبایل سنی تکریت را کاملا محاصره کردند، اما سنگرها، کیسه‌های شنی
و تله‌های انفجاری که گروه‌های جهادی در داخل شهر برپا کرده‌اند پیشروی را دشوار کرده است. با این همه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است دولت عراق هیچ درخواستی برای حمایت هوایی ائتلاف در عملیات تکرید که 20 روز پیش آغاز شد ارائه نکرده است. در پی آغاز عملیات تکرید گزارش‌هایی در مورد نقش و حضور ایران در کنار نیروهای عراقی منتشر شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در میدان نبرد حضور داشته است و عکس‌های او نیز در کنار نیروهای نزدیک یا وابسته به دولت مرکزی عراق منتشر شده است. این موضوع خود با واکنش گروهی از سنی مذهب‌های عراق و برخی کشورهای منطقه روبرو شده است. آقای آمری فرمانده بسیج مردمی عراق از سوی برخی به عنوان مرد شماره یک ایران در عراق توصیف می شود. با این حال خبرگزاری فرانسه می گوید مشخص نیست چه کسی، اگر اساساً می توانست کسی نام برد، فرماندهی تمام عملیات را بر عهده دارد و اختلافات بین گروه های مبارز علیه حکومت اسلامی می تواند بر روند نبردها تأثیر بگذارد. به گفته خبرگزاری فرانسه واحدهایی از ارتش، پلیس و گروه های متعدد شبه نظامی در عملیات تکرید شرکت دارند. این واحدها از تاکتیک ها، مهارت ها و اراده متفاوتی در دادن تلفات برخوردارند و معلوم نیست که فرماندهی اصلی در این عملیات بر عهده کدام یک از این واحد هاست. عملیات تکرید همکنون به دلیل کاشتن بمب های متعدد توسط داعش در کنار خیابان ها و خانه ها در شهر تکرید زمینگیر شده است. همکنون شهر تکرید در محاصره نیروهای طرفدار دولت عراق قرار دارد. در همین حال منابع ایرانی از انتظار برای آمدن نیروهای جدید خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، شورای استانداری صلاح الدین اعلام کرد که این استانداری در انتظار ورود نیروهای ویژه آموزش دیده برای جنگهای خیابانی از بغداد است. خزعل حامد عضو شورای استانداری صلاح الدین گفته است نه نیروهای بسیج مردمی و نه عشایر به تکرید حمله نخواهند کرد، بلکه قرار است نیروهای ویژه از بغداد وابسته به سرویس مبارزه با تروریسم به این شهر حمله کنند. خبرگزاری های ایران از گرانی نان تا مرز 60% در نخستین روزهای سال نو خبر دادند. گزارش خبرگزاری فارس از سطح شهر و مناطق مختلف نشان می‌دهد قیمت نان بربری ساده از 700 تومان به 1000 تومان و نان سنگک از 800 تومان به 1300 تومان افزایش یافته است. گرانی روزهای اخیر دومین موج گرانی قیمت نان در کمتر از 6 ماه اخیر است. در آذر ماه سال 93 نیز دولت با افزایش قیمت نان توسط نانبایی‌ها موافقت کرد. بر اساس بخشنامه دولت در سال گذشته قرار شد بخشی از نانبایی‌ها از آرد غیر یارانه‌ای استفاده کنند و به آزادپز تبدیل شوند. به گفته معاون برنامه ریزی استانداری تهران قرار است از 8000 نانبایی سطح شهر 1600 واحد صنفی این بخش آزادپز شوند. همزمان محمد رضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نان سنگک میگوید در حال حاضر 20% از نانبایی ها از آرد آزاد استفاده می کنند و این رقم تا اردیبهشت ماه 94 به 60% می رسد. اما همین مقام صنفی میگوید آردی که به قیمت دولتی در اختیار نانبایی ها قرار می گیرد نیز سر از نانبایی های آزاد پز در می آورد. محمد رضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نان سنگک در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نشت آرد یارانه‌ای در نانبایی‌های آزادپز گفت آرد آزاد از کیفیت بالاتری برخوردار است. در گذشته برای آرد یارانه‌ای پول واریز می‌شد، اما یا آرد نمی‌آمد یا اگر هم می‌آمد دارای کیفیت مطلوبی نبود، اما آرد آزاد همیشه دارای کیفیت است. آقای نظرنژاد گفته است هرچند دولت در آرد یارانه‌ای سوبسید بیشتری می‌دهد، اما رانت‌خواری هم زیاد است و بهتر است کلیه آردها آزاد شود. رئیس اتحادیه نان سنگک همچنین گفته است در حال حاضر ما آرد آزاد را کیسه 52 تا 54 هزار تومان از شهرستان‌ها وارد می‌کنیم، در حالی که آرد دولتی 35 هزار تومان است.
محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانهای فانتزی نیز در این خصوص گفت این نشتی آرد طبیعی است زمانی که دو واحد آرد با قیمتهای متفاوت وارد بازار می شود و آرد یارانه‌ای 40% ارزان تر از آرد آزاد است قطعا نانوایی ها مشتاق تر به استفاده از این نوع آرد می شوند. اما این روش درست نیست و باید یکسانسازی شود زیرا باعث اختلال می شود و رانت را به وجود می آورد. گران شدن مجدد نان در حالی است که آذرماه سال پیش یعنی کمتر از 4 ماه گذشته 30% قیمت نان در همه بخش ها افزایش داشت. همزمان با تعطیلات نوروزی، عدم نظارت و کنترل، محلی برای سوء استفاده و افزایش خودسرانه قیمت از سوی برخی واحدهای صنفی در سطح شهر شده است. نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بود دولت نان را گران نکرد بلکه اجازه داده شده تا نانواها 30% نان را گران کنند. به گفته آقای نوبخت، امسال بالغ بر 7000 میلیارد تومان یارانه به نان اختصاص یافته است. بنابر همین گزارش، پیش از این نان سنگک 800 تومانی با 62.5% رشد به 1300 و بربری 700 تومانی با 43% رشد به 1000 تومان افزایش یافته است، در حالی که کیفیت آن افزایش نیافته است. نوروز در دیاربکر امسال شور و حال دیگه‌ای داشت. ده‌ها هزار کرد در آمد کنار هم جمع شدند تا ضمن جشن و پایکوبی به مناسبت نوروز پیام تازه اوجالان رو بشنوند. دو سال پیش اوجالان در پیامی تاریخی خواستار آتش بس میان پکاکا و دولت ترکیه شده بود. در طی 2 سال گذشته پکاکا نیز از هر گونه عملیات نظامی بر علیه دولت ترکیه خودداری کرد و ترکیه نیز سعی کرد به آتش بس پایبند باشه. حالا اما اوجالان در تازه ترین پیامش خواستار خلع سلاح پکاکا شده. پیامی که توسط پروین بولدان و سری سریا اوندر نمایندگان کرد تبار پارلمان ترکیه در دیاربکر به مناسبت نوروز هم به زبان کردی و هم ترکی خونده شد. در بخش از این پیام اوجالان میگه که در آستانه پایان دادن به مبارزات مسلحانه 40 ساله قرار گرفتیم، دیگر تاریخ و مردم از ما یک صلح و راه حل دموکراتیک رو طلب میکنن که با روح دوران جدید سازگار باشه. اوجالان ضمن مطرح کردن مجدد 10 درخواست خودش از دولت ترکیه از پکاکا هم میخواد تا شرایط تشکیل کنگره خلع سلاح رو فراهم بکنه و گفته این کار برای ما یک وظیفه تاریخی هستش. اما به نظر میرسه که فرماندهان نظامی پکاکا در کوهای قندیل خیلی به عملکرد دولت ترکیه با خوشبینی نگاه نمی کنن. شاید اون اندازه که خود اوجالان خوشبین به سرنوشت این مذاکرات هستش و در گفتار و لحن او این موضوع دیده میشه، در لحن سران قندیل این خوشبینی رو ما نمیتونیم ببینیم. حتی برخی میگن میان اوجالان و فرماندهان پکاکا اختلاف نظرهایی در این باره وجود داره. اما پکاکا با رد این ادعا میگه هیچ اختلاف نظری وجود نداره، ما تمام آموزه هامون رو از اوجالان گرفتیم و او رهبر معنوی ما هستش و این یه بازی سیاسی است که دولت ترکیه میخواد انجام بده. همینطور پکاکا در مورد پیام اخیر اوجالان میگه که منظور اوجالان خلع سلاح نیست، بلکه منظور توقف عملیات بر علیه دولت ترکیه هستش و این دو مسئله با هم تفاوت دارن. بروی پکاکا میگه که موضوع روشنه، دولت ترکیه اگر حسن نیت داره باید نخست 10 خواست اوجالان رو برآورده بکنه، سپس اجازه بده که ما مستقیما با او در ارتباط باشیم. فرماندهان نظامی ساکن در قندیل میگن که این بخشی از واکنش ما تنها مربوط به حوزه کردها در ترکیه هستش و ما برنامه‌های خاص خودمون رو در ارتباط با کردهای عراق و سوریه هم دنبال میکنیم. اونا حتی معتقدن موضع ترکیه تأثیر منفی بر شرایط کردها در ایران گذاشته. با این همه پکاکا با لحنی هشدارآمیز حتی تهدید کرده اگر دولت ترکیه به تعهداتش عمل نکنه ما دوباره شرایط جنگی رو در کردستان ایجاد خواهیم کرد. اما در همین راستا به مناسبت نوروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیامی رو به 5 زبان از جمله زبان کردی و فارسی در توییتر خودش منتشر کرده. همینطور احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در پیامی ضمن شادباش نوروز
به موضوع مذاکرات صلح با کردها اشاره کرده و گفته امیدوارم به جای جوانانمان سلاح‌ها رو دفن بکنیم. داوودوغلو گفته به هر قیمت که باشه مذاکرات صلح رو ما به نتیجه میرسانیم. مقام‌های ایران صبح امروز از انتقال گروهی از مجروحان درگیری‌های یمن به تهران خبر دادند. خبرگزاری فارس تعداد مجروحان انتقال یافته به ایران را 52 نفر اعلام کرد که در بیمارستان‌های کشور برای مداوا مورد پذیرش قرار گرفتند. سرپرست تیم پزشکی ایرانی اعزامی به یمن گفته است 24 تن دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به مجروحان حادثه تروریستی مساجد صنعا به یمن منتقل شده است. افزایش سفرها میان تهران و صنعا در حالی صورت می‌گیرد که ادعاهای مربوط به افزایش حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها در یمن افزایش یافته است. به تازگی و پس از بازگشت یک هیئت حوثی از ایران، راجح بادی، سخنگوی شورشیان حوثی روز 23 اسفند ماه 93 به شبکه خبری الجزیره گفت ایران تعهد کرده است تا در یمن نیروگاه بسازد، بنادر را توسعه دهد و مصرف یک سال نفت یمن را تأمین کند. بنابراین گزارش شبکه الجزیره، ایران به برخی گروه‌های نظامی و شبه نظامی در یمن پشتیبانی نظامی می‌دهد. همزمان جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل اخطار داده است که مناقشه جاری در یمن می‌تواند مانند عراق، سوریه و لیبی به درازا بکشد. آقای بن عمر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می‌گفت که یک شنبه عصر برای حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در نیویورک تشکیل جلسه داد. آقای هادی در ماه فوریه در حالی از صنعا پایتخت یمن گریخت که شورشیان حوثی کنترل خود بر این شهر را تثبیت کرده بودند. حوثی‌ها که زیدی مذهب و اهل شمال یمن هستند، اکنون فرودگاه تعز، سومین شهر بزرگ این کشور را هم اشغال کردند. آقای بن عمر خواستار دیالوگ مسالمت‌آمیز در یمن شد و اخطار داد که این کشور در آستانه جنگ داخلی است. فرستاده سازمان ملل خواهان حضور حوثی‌ها در مذاکرات شد و گفت که مشارکت شورشیان حوثی در گفتگوها اهمیت حیاتی دارد. به فاصله کوتاهی پس از این سخنان، 15 عضو شورای امنیت با صدور بیانیه حمایت خود را از آقای هادی بیان کردند. در مقابل عبدالملک حوثی رهبر جنبش انصار الله یمن با بیان اینکه سران بین‌الملل و منطقه از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروی می‌کنند، آنان را به کارشکنی در روند توافق ملی و حل بحران کشور متهم کرد. عبدالملک حوثی جریان مذاکرات سیاسی در صنعا را امری تباه شده خواند و متعهد شد که تمام افرادی را که مسئول اجرای حملات تروریستی کشور هستند را تحت پیگرد قرار دهد. مقام‌های آمریکایی روز شنبه گفتند باقی‌مانده نظامیان این کشور در یمن با وخامت اوضاع امنیتی و نزدیک شدن نیروهای القاعده به پایگاه آنها از این کشور خارج می‌شوند. شورشیان حوثی در ماه گذشته دولت تازه‌ای تشکیل دادند و گفتند که یک شورای ریاست جمهوری موقتاً جایگزین آقای هادی خواهد شد. با این حال اکثریت مردم یمن دولت حوثی‌ها را که اهل شمال هستند به رسمیت نشناختند. عبدالملک حوثی رهبر حوثی‌ها روز یکشنبه قول داد که پیکارجویان القاعده در شبه جزیره عربستان و داعش را تعقیب کند. القاعده و داعش حوثی‌های شیعه را مرتد می‌دانند. بنابر گزارش رادیو فرانسه، احزاب راستگرا و راست میانه در انتخابات محلی در این کشور به پیروزی رسیدند. این در حالی است که ناظران از شکست سوسیالیستا در این انتخابات خبر دادند که همکنون قدرت را در فرانسه در دست دارند. بر اساس نتایج اولیه آرا در انتخابات محلی فرانسه، حزب راست میانه یو ام پی و متحدان آن موفق شدند تا در دور اول این رأی‌گیری بیشترین آرا را کسب کنند. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، احزاب راست و راست میانه موفق شدند با کسب 29.51% آرا 218 کرسی شوراهای شهرستانها را در نخستین مرحله انتخابات به دست آورند. حزب سوسیالیست فرانسه که 28.24% آرا را به دست آورده، توانست به همراه متحدانش 52 کرسی شوراهای شهرستانها را در نخستین دور انتخابات از آن خود کند. در واکنش به نتیجه انتخابات، مانوئل والز نخست وزیر سوسیالیست فرانسه گفت صرف نظر از نتایج نهایی انتخابات شهرستان‌ها که یک شنبه آینده معلوم خواهد شد،
دولت فرانسه باید سیاستهایی را دنبال کند که به نتیجه بینجامند. نخست وزیر فرانسه علت شکست چپ در نخستین دور انتخابات شوراهای شهرستانها را پراکندگی احزاب چپ دانست و افسود از مجموع 2000 کانتون یا شوراهای دهستانها حزب سوسیالیست فرانسه حدود 500 کانتون را از دست داده است. وی در این حال نیکولای سارکوزی رهبر حزب راست پیروز انتخابات را مورد انتقاد قرار داد که از همکنون مخالفت خود را با پشتیبانی از نامزدهای حزب سوسیالیست در مقابل نامزدهای راست افراطی در دور دوم انتخابات اعلام کرده است. در مقابل اما حزب سوسیالیست فرانسه گفته است که در دور دوم انتخابات هر جا که رقابت میان دو نامزد راست لیبرال و راست افراطی باشد از نامزد راست لیبرال پشتیبانی خواهد کرد تا به این ترتیب از راهیابی نمایندگان حزب راست افراطی به شوراهای شهرستانها جلوگیری نماید. بر اساس این نتایج مرحله دوم انتخابات روز یکشنبه آینده 29 مارس بین UMP و جبهه ملی برگزار خواهد شد.